پس از اینکه صادق خلخالی از سمت حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب برکنار شد، کسی جای او را گرفت که به ظاهر متعادل تر از او رفتار می کرد، اما در عمل خود خلخالی دیگری بود، محمد ریشهری. رادیو راوی. محمد محمدی نیک، معروف به محمد محمدی ریشهری، یکی از جنجالی ترین چهره های انقلاب 57 بود. ریشهری متولد سال 1325 و از شاگردان علی مشکینی بود که بعدها با دختر او وصلت کرد. ریشهری طی جریانات 15 خرداد 42 با اهداف و دیدگاه های روح الله خمینی آشنا شد. ریشهری قبل از انقلاب دوبار توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. اما اوج فعالیت های ریشهری به عنوان یک انقلابی مربوط می شود به بعد از پیروزی انقلاب. پس از اینکه صادق خلخالی توسط سید محمد بهشتی برکنار شد، محمد ریشهری به عنوان جانشین او بر مسند حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب نشست. در دوره قضاوت ریشهری اتفاقات مهمی رخ داد که باعث شد او به عنوان خلخالی دوم مطرح شود. محمد ریشهری در اواسط سال 58 ریاست دادگاه انقلاب ارتش را هم عهده‌دار شد و علاوه بر رسیدگی بر جرائم مخالفین میبایست تا بر اتهام متهمین نظامی هم رسیدگی میکرد. او قضاوت و رسیدگی بر پرونده حزب خلق مسلمان، محاکمه نظامیان کودتای نوژه، رسیدگی به پرونده صادق قطبزاده و البته سران نظامی حزب توده را بر عهده داشت. روح الله خمینی در ایام تبعید دو همراه معتمد داشت، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. پس از پیروزی انقلاب 57، صادق قطبزاده به عنوان عضو شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. چندی بعد رئیس سازمان صدا و سیما و سپس وزیر امور خارجه شد. 17 فروردین 61 قطبزاده بازوی قدرتمند آیت الله خمینی در مبارزات سیاسی به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت می شود. او در 24 شهریور سال 61 به حکم حاکم شرع وقت محمد ریشهری در زندان اوین اعدام شد. یکی از مقاطع حساسی که ریشهری در آن حاضر بود و حکم صادر کرد مربوط است به وقایع حزب خلق مسلمان. حزب جمهوری خلق مسلمان یکی از احزاب سیاسی ایران بود که حول شخصیت آیت الله شریعت مداری تشکیل شد. این حزب در جریان رفراندوم جمهوری اسلامی خواستار رأی موافق بدان شد، اما در جریان تصویب قانون اساسی و با گنجاندن اصل ولایت فقیه در این قانون مخالفت کرد. این مخالفت ها سرانجام به رویارویی گسترده این حزب با حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی انجامید. در اسفند 58 طرفداران این حزب در تبریز موفق به تصرف ساختمان رادیو تلویزیون شدند که با دیدار روح الله خمینی و شریعت مداری قائله خاتمه یافت. با اعدام 10 از هواداران این حزب توسط ریشهری، حزب خلق مسلمان سرکوب و منحل اعلام شد.
ری شهری در جریان سرکوب عوامل کودتای نوژه نقش مهمی داشت و در این رابطه افراد زیادی را مقابل جوخه آتش فرستاد. کودتای نوژه طرحی برای سرنگونی نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود. پایگاه هوایی نوژه در همدان مرکز فرماندهی آن بود. فرماندهی کل کودتا به دست سپهبد سعید مهدیون، فرمانده وقت نیروی هوایی ایران و رهبری قسمت نیروی هوایی این کودتا بر عهده سرتیپ خلبان آیت محققی بود. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل روح الله خمینی در تهران و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، تسخیر ساختمان مجلس و مراکز رادیو تلویزیون و بازداشت مسئولان جمهوری اسلامی بود. طرح کودتا در 18 تیر ماه 59 در حالی که چیزی تا اجرای آن نمانده بود فاش شد. در نهایت 121 نفر از دستگیر شدگان در دادگاه انقلاب به حکم محمد ریشهری اعدام شدند. یکی از اتفاقات تاریخی ایران در کشاکش جنگ ایران و عراق، اعدام فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی به دست خود جمهوری اسلامی بود. اواخر سال 61 تا اوایل سال 62 حزب توده ایران به عنوان تنها حزب سیاسی باقی مانده در کشور از سوی مقامات وقت متهم به تلاش برای کودتا و جاسوسی به نفع شوروی شد و طی 2 یورش اعضای حزب توده دستگیر شدند. بیش از 1000 تن از اعضا و بسیاری از رهبران این حزب و حدود 200 تن از نظامیانی که شامل افسران ارتش، شهربانی و ژاندارمری بودند به اتهام عضویت در حزب توده دستگیر و محاکمه شدند. اسفند ماه سال 62 ده‌ها تن از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی که در جنگ ایران و عراق فعال بودند و افتخار آفرینی می کردند به جرم عضویت مخفیانه در حزب توده و با حکم محمد ریشهری تیرباران شدند. یکی دیگر از دوره‌هایی که نام ریشهری به چشم می‌خورد اعدام‌های سال 67 است. سید حسین موسوی تبریزی در آبان سال 98 گفت اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان 67 با نامه ریشهری به روح الله خمینی بود که آغاز شد. ریشهری 6 آذر سال 64 به عنوان اولین وزیر اطلاعات ایران منصوب شد. در سال 68 دادستان کل کشور و چندی بعد دادستان ویژه روحانیت شد. او 2 دهه نمایندگی ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره 4، 5 و 6 و نیز تولیت حرم شاه عبدالعظیم حسنی را هم بر عهده داشت. ریشهری در انتخابات 7th ریاست جمهوری ایران در 2 خرداد 76 کاندیدا شد که پیروز آن سید محمد خاتمی بود. محمدی ریشهری در نیمه شب اول فروردین ماه 1401 در بیمارستان خاتم الانبیای تهران درگذشت. پیکر او 4 فروردین در حرم عبدالعظیم حسنی دفن شد.